آموزش‌های نظامی برای گروهی که خواهان ملحق شدن به ارتش آزادی هستند در حومه ادلب هر روز صبح شروع میشه. افرادی که تصمیم میگیرند به ارتش بپیوندند و هر کس که تازه ملحق میشه، آموزش‌هایی برای رسیدن به سطح مناسب جنگیدن در صحنه‌های نبرد رو فرا میگیرند. هدف اصلی اردوگاه بالا بردن آمادگی رزمنده‌ها، آشنایی با انواع سلاح‌ها برای افزایش مهارت‌ها و آمادگی‌های جسمی برای مواجهه شدن با هر صحنه عملیات و جنگ است. این گوشه‌ای از تمرین‌ها و آموزش‌هایی است که این جوانان برای بالا بردن قدرت بدنیشون و استفاده از سلاح‌های مختلف فرا می‌گیرند. اولین آموزشی که ما فرا گرفتیم، آموزش‌های آمادگی جسمی برای ارتقای لیاقت بدنی بود. بعد از اون وارد آموزش‌های کار با سلاح شدیم. بعد از اون هم آموزش‌های مبارزه و نبرد خیابونی رو پشت سر گذاشتیم. اینها جوانانی هستند که انتخاب کردند برای آزادی کشورشون هر چی که در توان دارند رو به کار بگیرند. اونها گروهی از جوانان جبل الزاویه هستند که تمام فنون مبارزه و فنون نظامی رو آموزش می‌بینند و خودشون اینطور میگن که برای نبرد با نیروهای رژیم بر نمی‌گردند الا با تسلط بر این آموزش‌ها برای رویارویی با رژیم سوریه. در سوریه هر گوشه‌ای صحنه‌ای از رزم برای آزادی و کسب آمادگی برای صحنه‌های نبرد. اینجا غوطه شرقیه و رزمندگان دارن خودشون سلاح می‌سازن. حالا بعد از یکی از عملیات‌های پیروزمندانه ارتش آزاد سوریه به صحنه می‌ریم و از نزدیک با اونها همراه می‌شیم. ما در حال گشت و گذار میدانی در محل پلی هستیم که به طور کامل توسط قهرمانان ارتش آزادی آزاد شده. اینجا محل‌های اختفا و محل‌های پوشش گرفتن زیادی وجود داره و گودال‌هایی که نیروهای رژیم اونجا جمع می‌شدن. اینها چادرهای سربازای رژیم و سنگرهایی در تمام جهت هاست که نیروهای رژیم اینجا تجمع کرده بودند. همینطور توی این سنگرها و حفره‌ها و این چادرها هم بودن. این مخزن آب نیروهای رژیم بوده که در نتیجه حمله ارتش آزادی مجبور به عقب نشینی شدن و اون رو همینطوری رها کردن. اونها مجبور به فرار شدن و نتونستن اون رو با خودشون ببرن. اینها گودالایی بودن که رژیم ازشون استفاده می‌کرده. اینجا اتاق دیدبانی بوده که به طور کامل نابود شده. به طور کلی به لطف خدا ما شاهد پیشروی‌هایی برای ارتش آزادی هستیم. خدا رو شکر رزمنده‌های قوی و مقاومی داریم و در منطقه جنوب پیشروی‌های زیادی کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، نصر من الله و فتح قریب. این پیروزی و بشارتی از طرف خدا و نتیجه خون شهیدان بیگناهیه که بالاترین قیمت رو پرداختند و خونشون و جانهاشون رو فدا کردند. خدا رو شکر و انشالله که در آینده تمام سوریه را آزاد میکنیم. خدا رو شکر میکنیم. خدا رو شکر و خدا رو شکر به خاطر این پیروزی و آزادسازی حتی اگر مرحله اولیه باشه.